خیلی خیلی خوش اومدید به کانال خودتون زی فوتبال و هر چی باشه. بعد از یه مدت طولانی بدون کویز، بدون چالش، بدون هیچ کدوم از این چیزا، باید امروز یه رشته کویز انجام بدیم. اما از همین الان بهتون میگم که خیلی سختن تک تک این کویزایی که امروز میخوایم انجام بدیم. پس بریم که داشته باشیم کویزای امروز رو. تو کویز اول بعد از ملیتایی که خود کویز به ما میگه و زیر صفحه میاد بازیکن بگیم، اما بازیکنای تاریخی، بازیکنایی که فکر میکنم الان اکثرشون بازنشسته شدن، بازیکنایی که تاریخی بودن توی فوتبال اون کشور. بریم شروع کنیم ببینم چی میشه. بازیکن تاریخی ساحل آج، همه فکر کنم شکی نداشته باشیم که دیدیر دروگبا تاریخی ترین بازیکن ساحل آج کولومبیا. من میذارم خامس رو نداره، مشکلی نداره. کوادرادو. کرواسی، مودریچ. بازیکنای زیادی هم مانجوکیچ رو میتونستیم بزنیم، میتونستیم راکیتیچ رو بزنیم. برزیل، بذار دروازه‌بان بزنیم، بدون دروازه‌بان نمونیم. دیدا، غنا، جیان، اگه اشتباه نکنم اسامای جیان که یه پنالتی افتضاح و جام جهانی 2010 جلوی اوروگوئه خراب کرد. و هلند میتونیم بزنیم، کومن، رونالد کومن که سرمربی بارسا هم بود تا دو فصل پیش. اسپانیا، بوسکتس، یکی از هافبک‌های دفاعیمون رو پر کنیم. لهستان سخت شد. اسم بازیکن رو یادم نیست، یعنی املای بازیکن. بذار اسمش رو سرچ میکنم، املاش رو درست بزنم. گرگور کرچایک، اینه املای درستش. میذاریمش دفاع، دفاع کم داریم. دانمارک، اریکسن رو قبول میکنه، بذاریمش سمت چپ. اریکسن سمت چپ هم بازی کرده، خیلی خوب قبول کرد. این وسط شیلی، الکسیس رو نمیتونیم بذاریم. ویدال رو میتونیم بذاریم. گری مدل رو میخوام بذارم به جای ویدال. گری مدل سالهای طولانی تری توی شیلی بازی کرد، میذاریمش دفاع. آرژانتین، ماسچرانو. ردوندو هم میتونیم بذاریم، بذار ردوندو رو بذاریم، فرناندو ردوندو. تموم شد و رفت، اولین چالش انجام شد. میریم سراغ دومین چالش. همین 11 تا رو بعد انجام بدیم، فقط این بار با بازیکنهای حال حاضر، بازیکنهایی که بازی بکنن. الجزایر، مارز، دوباره اسمش اشتباه بود. بعدی این کویز همینه، اسمش رو باید دقیق درست بزنی وگرنه نمیاره واسط. چک، شیک نداره. اینطوری نوشته میشه، پاتریک شیک. آلاوا، اتریش، خیلی راحت. دفاع چپ هم میتونست بذاره آلاوا رو. هلند، گکپو. نروژ، اودگارد. بازیکن فرانسه. کیو میتونیم بزنیم که به دردمون بخوره تو ترکیب؟ بذار دروازه‌بانو بزنیم مشخص بکنیم. یا میبینی یه تیم ملی میاد کلی ازش بازیکن بلدی، دروازه‌بان میمونی بلد نیستی. اوف، انگلیس، عزیز دلها رو میتونیم بذاریم. هری مگوایر، ولی بذار کارل واکر رو بذاریم، یه ترکیب خوب بسازیم حالا که داریم ترکیب میسازیم. کولومبیا، اوف، کولومبیا سخت شد. اوف، خامس رو نمیذاره بزنیم. کولومبیا کیو داره؟ دیاز هم که نمیتونیم بزنیم، پر شده، سخت شد. مینا، یری مینا رو میتونیم بزنیم. مینا. اسکاتلند، هیچ بازیکنی الان از الان نمیدونم. مکتومینای اسکاتلندی. آره، اسمش املا اسمش بلد نیست. اسکات مکتومینای، چسبیده به همه. تامینای، چیز سختی بود. اسکات مکتومینای زدیمش. نیجریه، هیچ ایده ای ندارم الان بازیکنی از نیجریه. واقعا فقط اوسیمن تو ذهنمه که اوسیمن هم نمیتونیم بذاریم. بک یا دفاع چپ اصلا. گیو اپ میکنیم برای بچه. گیم اوور. دومی، کامنت کن واسم بازیکن دفاع چپ یا هافبک از نیجریه که الان هم بازی کنه، فعال باشه، لجند نباشه. تو تست دوم
همین تست قبلی منتها به جای ملیت بهمون باشگاه میده که باید باشگاه بزنیم در کمترین زمان زیر یه دقیقه. ببینم میتونی بزنیم النصر آسون، رونالدو، گالاتاسرای، لوکاس توریرا، ملی پوش تیم ملی اوروگوئه، آجاکس، دوشان تادیچ، رئال مادرید، کورتوا، برایتون، کایسدو، مویسیس، کایسدو، جام جهانی ترکون داد، تیمش خوب بازی نکرد ولی اون خوب بازی کرد، رئال سوسییداد، مرینو، میذاره مرینو رو میتونیم بذاریم، مرینو رو میذاریم سمت راستش کار نداره. اوف، وولفز، هیچ ایده ای ندارم بازیکنی که الان تو وولفز باشه سخته. نبس رو ببینم میاره، البته نبس جای واسش نیست دیگه الان، نه تو باشگاه، رفته عربستان. روبن نبس، نه وولفز، تراوره حمله است، نه میگه تراوره اصلا تو این فرمش، تو این ترکیب بازی نمیکنه. هیچ ایده ای ندارم از این پرتغالی ها که آوردم، باید یکیش باشه. سمدو ورزه، سمدو یعنی یه دلغک بود تو بارسلونا ولی الان به کارم اومد که این کویز رو انجام بدم. پی اس جی، مایسترو کیمپمبه. بنفیکا سخت شد، بنفیکا الان کیو داره؟ راموس تو این ترکیب نمیشه بذاری. بنفیکا، اوتامندی، نیکولاس اوتامندی، ترکون جام جهانی با آرژانتین، الاتحاد. چقدر تیمای عربستانی میان این کویز، مال فوتبال اروپا بیشتر. الاتحاد، کی رفته الاتحاد اخیرا؟ کانته رفته اگه اشتباه نکنم، کانته رو که نمیذاره بذاریم. بنزما هم که عمرن بذاره. هیچ ایده ای ندارم راجع بازیکنای الاتحاد عربستان. یه چالش دیگر هم باختیم برای بچه. بازیکن الاتحاد میشناسید کامنت بکنید، من نمیشناختم. یعنی دو تا بازیکن بیشتر نموده بود چالش رو تمام بکنیم. بریم سراغ مهمترین چالش امروز از نظر من، چالشی که خیلی باهاش حال میکنم. این چالش دوز، یه جای دوز نیست ولی بعد این خونه رو پر کنیم با بازیکنهای فوتبال. اول از همه با پورتو پرتغال میتونیم شروع بکنیم، راحته. پپه برزیل هم هست. آره، اوف سخته. پورتو پرتغال، شاید یه بازیکن دیگه بتونیم پیدا کنیم ولی پورتو برزیل خیلی بعیده دیگه. پرتغال، بنفیکا، راموس، گونچالو راموس، کلاودیو راموس، هر دوتاشو میتونیم بزنیم، گونچالو راموس، بعد کلاودیو راموس رو میزنیم واسه یه چیز، واسه یه پورتو. پرتغالی تیم بروسیا دورتموند، سخت شد. بعد دورتموند هیچ بازیکنی از این ملیت ها یادم نمیاد. اسپانیایی پورتو که بازی کرده باشه، اگه منظورش بازیکنهای الانه که هیچی، ولی اگه بازی کرده باشه کاسیاس بازی کرده، کلن بازی کرده تو تاریخ فوتبال، خیلی آسون تر شد اگه اینطوریه. پرتغالی رینا رو میزنیم. پرتغالی یا برزیلی توی دورتموند بازی کرده باشه. ملو، فیلیپ ملو نبود؟ فیلیپ ملو، از اون چیزی که فکر میکردم خیلی سخت در اومد. بنفیکا، اسپانیا، بارترا، اسپانیایی دورتموند، آسون، بارترا است، پاکو آلکاسر است. پرتغالی و برزیلی دورتموند، مطمئنم یه استعداد خفن پرتغالی و برزیلی تو این دوتا بوده ولی الان تو ذهنم نیست. بنفیکا هم که اصلا تو ذهنم نمیاد. 4 تا مونده از 9 تا، 5 تا از 9 تا رو انجام دادیم تا حالا، بد نبوده. ولی مطمئنم من ویدیو یه کسی که داره این چالش رو انجام میده نگاه میکنم 50 تا بازیکن به ذهنم میاد، ولی الان که جلوی دوربینم میخوام اینو انجام بدم خیلی واسم سخت شده. دورتموند، هیچ چیز دیگه به ذهنم نمیرسه. گیم اوور. اینم کامنت کن واسم، مطمئنم یه بازیکن یه جایی هست، یه بازیکنی توی دورتموند بازی کرده. مجبوریم جا بزنیم و تسلیم بشیم، اما نمیدونم، اگه موافقید یه گروه و کانال تلگرام بزنیم، این وبسایت رو به اشتراک بذاریم ببینم کی بیشتر از همه بازی میکنه، یا یه لایو استریم بذاریم شما رو بیاریم بالا ببینم کی بیشتر از همه میتونه حل بکنه. ولی تا اینجا بود، یه دونه از
چهار تا چالش رو رفتیم، سه تاشو نتونستیم. خیلی از اون چیزی که فکر میکردم سخت‌تر از آب در اومد. تا اینجا بود کویز امروز. اگه دوست دارید همچنان از این کویزا بذاریم، همچنان از این چالشا بذاریم، حالا تیر لیست یا هر چیزی که دوست داشته باشید بذاریم، یه لایک پای این ویدیو بذار که من ببینم. من هر ویدیویی که حمایتش بیشتر باشه بیشتر از اون می‌سازم. پس از ویدیویی که بیشتر دوست داری بیشتر حمایت بکن. حتما خیلی ممنون که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردی و لایک و بقیه چیزا فراموش نشه. تا یه ویدیو دیگه، خدافظت.